قطع خواب آور بهارم، ساغر بوسه ی پر شرارم، چون شاخه نرم نیلوفرم، در آغوش تو پیچد پیکرم، با مرمرین پیکر و سینه پوری، چون ستاره چشمه نوری، چون برست و این یاگی تو برفشانی، ماه من فتنه ها بنشانی. یاد تو من دادم اون شب چه گل میزد گونه های تو از سر، لب روی لب من میکشیدی، بوسه را چه ارزان میخریدی، من سر و تو شرارم یک سر خزانم، تو چون بهار قریبایی، شب همه شب که ما از افق براید، چشم انتظارم که باز آیی. تو من دادم آن شب چه گل میزد گونه های تو از سر، لب روی لب من میکشیدی، بوسه را چه ارزان میخریدی، من سر و پا شرارم یک سر خزانم، تو چون بهار قریبایی، شب همه شب که ما از افق برایم، چشم انتظارم که بازایی. خسرو، تو که چهار ماه امروز رو فردا میکنی، چرا پیش پدر مادرت نمیری و حقیقت رو بهشون نمیگی؟ مگه منو دوست نداری؟ دوستت دارم من، به خدا هیچ قدرتی تو رو نمیتونه از من جدا کنه، اما افسوس. نامه ها رو ترجمه کردی بابا یا نه؟ داشتم میخوندم، همین الان تموم میشه. بسیار خوب، پس ترجمه شو بیار رو کاغذ و بیار بده به من. چش کن. والا نمیدونم، هر جا باشه الان پیداش میشه. راستی هر روز میاد اینجا چیکار؟ اصلا کارش چیه؟ تو معاملات تیغه. ها عجب، از خارج تیغ وارد میکنه؟ نه، پدرم اهل کسب و کار نیست، میاد اینجا من تیغ میزنه. بعد معامله نیست، چون نه گمرک میده نه مالیات. خب روزا وقتشو چجوری میگذرونه؟ چه عرض کنم قربان، مثل این جیگولوهای علکی خوش صبح تا شب دنبال زنا میفته و مون. به به به، چیز خوبیه. دشت اول اونم که خور شد. خانم بدید براتون بیارم. شناسنامه داری؟ بله دارم. ببخشید همدام نیست. نوکری بیشناسنامه نمیست. قربونت برم. خانم پس شما بدید براتون بیارم. باشه، هیچ بود. بر بپرید. به به به، اومد چه کرده، باغ دابا چه صاف. به به به، ببخشید خانم، بدید براتون بیارم. من خرید کردم، دو ساعت طول کشیده. شما از مقتلا اینجا واستادی؟ علاقه سی خانم چه میشه کرد؟ اگه تا شبم نمیومدید اینجا وایستم. شما الان چند ماهه که من هر جا میرم تقریبا میکنید.
از جونم چی میخوای؟ ببخشی روز خوبیه میفرد گشتی بزنی؟ منو بگو دارم با کی حرف میزنم؟ پس اجازه بدی شما تفنه بهت نه خانم؟ لازم نکرد من به شما علاقه دارم خانم خیال ازدواج دارم به شما تفقی برو به خوشکی شانس اینجام تیرم به سنگ کن امروزم نشد به نفر بابا سلام عرض میکنم سلام آقای غضنفر خان خواهش کنم بفرمایید متشکرم اومدم به خسرو یه سری بزنم برم منزل خسرو تو اتاقش مشغول کارشه میتونیم با هم بریم پیشش خواهش میکنم از کارش انشاءالله راضی هست او کاملا راضی هست پس شما باشید با خودم میرم نه خیر با هم بریم پیشش من اینجا دیروز که از تو جدا شدم و به خانه رفتم با کمال تأسف شنیدم که مادر بدجنس هم تصمیم گرفته دختر خاله دیوانه ام را به خاطر ثروتی که دارد برایم بگیرد بنابراین از تو تقاضا دارم فردا صبح به همون محل همیشگی بیایید تا جریان را کاملا برای تعریف کنم قربان سلام سلام آقا جون بیشی کارتو بکن ما اینجا مخصوصا صندلی اضافه نذاشتیم که خسرو خان بی سر خر به کارش برسه اما میتونیم بشیم برای شما یه صندلی اضافه بذاریم در کارش راضی هستی بله بله کاملا راضی ام این نامه هایی که رو میزشه ترجمه مراسلاتمونه نگاه کنید چقدر خوب ترجمه کرده آها به 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 باریکلا خوشبختانه آقازاده هم کارش خوبه هم جوان مورد اعتمادیه من که خیلی ازش راضی هستم به نظر جنابالی چی باشه شما خیلی به من لطف دارید متشکرم نه جدا خیلی تمیز ترجمه کرده واسه هم من که همچین ترجمه سلیسی به عمرم ندیدم عالی ترجمه کرده معذرت میخوام تلفن خواهش میکنم بابا ای والا ما رو روسفید کردی نه مترجم زبردستی هستی خب پسر چشم و دلم روشن نوم زدم که واسه خودت پیدا کردی اون نامره بخار کتا آره تو ببیری دادم در ماه پدرم بیچارت بکنم اگه امشب برام پول نیاری این نامره به مامانه بده من میدم بدبخت تو کنم پدر تو در بیارم خوش پسر گرم بده من بگو شو همینه جونم من که کاغذ پدرت شما برای زنه ایش بودم دردی بیدردی بیست تومنه رد کن بیا کار به این دلم بخوره که هر چی میشه شما دسته بیست تومنه بیست تومنه بده یالا دردی بیدردی بشه جره زمین انداختی دیگه مرسی خیر ندیده اقلا از این سفر خجالت بکش روز به خیر زن عزیزم درد بلای هر چی داماده سرکنه بخوره تو مرسی بای بای پریشون از گل بهار میخوام بچینم گل جوندار چشما دلم در پی یاره دل دیوونه هوس داره بگردم سر تا سر دنیا میونه گلها برکشم تنها مثل پروونه مست و دیوونه بنوشم از شیره گلها سهرگه تا دامن شبها سر شب بوسم زفا تا سر سهرگیرم بوس را از سر بیا بیا چه
دلم بره جونم آبستون گل انار آی گل پسته جون من بر جون تو بسته گل انار آی گل پسته جون من بر یه روز بخ برگرده به جای گل و بودی و پری دید میاد بیرون از رای پرده به جای گل دست و ریحون توی باغچه خار میاد بیرون به جای گل دست و ریحون توی باغچه خار میاد بیرون پریشونم از گل بهار میخوام بچینم گل جوندار چشما دلم در پی یاره دل دیوونه هوس داره بیا کمون ابرو سلسلگی تو تو بیا ببرم آی لیمو بستون یه بوسم بده جونم رو بستون گل انار آی گل پسته جون من بر جون تو بسته گل انار آی گل پسته جون من بر جون تو بسته اگه یه روز بخ برگرده به جای گل و پوری و پری دید میاد بیرون از بای پرده به جای گل دست باره کن توی باغچه خار میاد بیرون به جای گل دست باره کن توی باغچه خار میاد بیرون گرت میخواد دختر خالتو برات بگیرم خب تو ناراحت نکن ما اینجون بخند بخند تا دنیا به تو بخنده نگاه کن ببین گلا چی تو به ما لبخند میزنن راستی به چقدر زیبا بله دنیا همه چیز زیبا و قشنگه اما نمیدونم چرا این زیبایی ها برای من زود گذره فقط برای تو؟ نه برای هر دومون اینطوره ما تا وقتی که با هم هستیم نه تنها از زیبایی ها لذت میبریم بلکه از زشتی های طبیعت هم خوشمون میاد اما وقتی از هم جدا میشیم مثل اینکه هیچ چیز زیبا در دنیا وجود نداره راستی چرا اینطوره؟ ما چرا نباید همیشه مثل حالا دنیا رو زیبا ببینیم؟ ببین خسرو جون الان چند وقتی که از آشنایی من و تو میگذره فکر میکنی تو چند وقت دیگه ما بتونیم این وضع ادامه بدیم؟ من اینجون ناراحت نباش انشالله به زودی همه چی درست میشه من فکر نمیکنم هیچ وقت درست بشه چون خودت چندین دفعه گفتی که پدرت داماد سرخونه است و میخواد تو هم داماد سرخونه بشی علت این که جریان پدر مادر هم برات تعریف کردم این بود که طرز فکر اونا رو برات تشریح کنم خسرو یه چیز دیگه تو تا حالا فکر کردی که وضع زندگی ما با هم یکی نیست میدونی فقط یه چیزی رو میگم اونم اینه که من خودم رو مترجم ساده یه بنگاه میدونم برای من جز عشق تو هیچ چی مهم نیست که اینطوره چرا حقیقت به پدرت نمیگی؟ آه امان از دست پدر چه فایده؟ اون اولا که هیچ اختیاری از خودش نداره ثانیاً اگه بدونی چجور آدمیه؟ این حرفا چی آقا؟ چرا به من تهمت میزنی؟ چه این من تهمت زدم؟ میگم یه بوس بده از شیر فروش یا پرچی یا سبزی فروش سر کنم دختر گوری تو بلم کنی یه دور بوس با بده جلو نه در جور یه دور بوس با بده آخه نمیشه خور بگم تو یه دور بوس با بده فردا چهار تا پس دیگر نمیشه هر جه بود هر جه بری بیا یه بوس با تو بلم کنی یه دور بوس با بده نمیشه ما حاله خور بگم فقط یه دوره بلم کنی جلو نه ایده ها خانم سر میده یه گنده مال مردم یه ارزا با یه لرزا با بی لرزا مردم میسیده با این برم بزر بسوزه بزر بسوزه خانم بی رفتی زیر بیش حالا بیم کنی یه جلو برو کنی باشی به بیا جوریه که من خدا جونم مرگ بشی داری تو که پدر عاشقو در آوردی در رفت
در رفتی؟ کجا رفتی؟ بلاخره یه ازدواج شده. با خدا بدون مکه نوه‌پور شبا مثل مربای آلو میمونه، روزا مثل علی فضل. بعد از نوت و بوقی یه روز اومدم صورت ماه جا دوستم. حالا این بطلک بارم کن. حرف منم اینه که چرا هر نوت و بوقی از این حوث ها میکنی؟ جواب بده، چرا نار شدی؟ آها امشب راجبه بزرگ مفصلن با هم صحبت بکنیم. اجالتا اون سویچی بده به من، برم ماشین از گاراژ بیارم، برم یکی دو جا کارم کارمو انجام بدم و برگردم. اتفاقی جونی؟ آره تو بمیری کار داری. حسانی به مکتب نمیرد، وقتی هم میرفت جمعه میرفت. آقا شش روز هفته رو میره پی یلالوی طلایی، مکتب جامعه که میشه کار دارن. اصلا میدونی که من برای همین رقاص بازی های تو ماشین فروختم و خیال هر دومون رو راحت کرد. مرگ من راست بگی؟ آره. ماشین فروختی؟ آره. وای خاک بر سرم شد. قربونتم، پس دو سه تا رو هم بده با تاکسی برم کارم انجام بدم و برگردم. آره جنو تو من میدونم. خب بابا من برای چی بیام؟ میخوای منم با این ریش و پش بیام اونجا وایسم راجع به تنگی و گشادی لباستو نظر بدم؟ بله؟ آره میری یا با اردنگی ببرم بیا بابا من که دارم بیام سر گوشم گرفتی دستم آخرشم جوون مرگ بشم یا هنم تو بابا خدا بگیره تت زن خدا خودتو بگیره خانم جون تشریف بردی آره جون چشمات پر بشه که اینطور نگاه نکنی اینجا باید چشمات دردش کنی چون که خانم شوهر نداره یا با چی بیداره خانم زشته خواهش میکنم از زیبایی دیگه حرف نزن تو زن که میگی مثل درجه تب بر میگیری بابا درجه تب یه جای دیگه میذارن این چه تشبیه بزخرفی میکنی خواهشو بریم نه نه این حق بازی پاپا من از این کارا بلد نیستم اخلاق و ادب حکم میکنه که هر چی پدر میگه پسر کورکورانه اطاعت کنه اما همون اخلاق و ادب هم حکم میکنه که آدم دنبال حق بازی نره بسیار خوب پس حالا که همون اخلاق و ادب هم خوش بکنه که منم عکس و نامه رو به مامان نشون بدم خدا یا دست این بابا حالا اگه این کار رو ساد انجام بدم عکس و نامه رو پس هم میدیم آب باریکلا حالا شدی پسر افشنو اگه اون کاری که من دلم بخواد انجام بدی عکس و نامه رو پس میدم الان وقت اومدن مامانته زود بریم بالا ثابت بگیریم زود عجله کن مامانه بالا میاد سلام خانم سلام جورم بعد آبیگر مرسی بر آی آباندیسم آی آباندیسم مردم آش آی خدا به دادم برسیم مردم آش الو آی بله دکتر دل درد شدید با استفراغ شدید مردم به دادم چی؟ برسیم چقدر؟ در حدود 700-800 تومن البته البته پولی که اهمیت نداره قربان خواهش میکنم بفرمایید یه تخت براش خالی بکنم تا هم بیارم باش برای جون بچه‌ام از دست رفت فوتو داره جون میتره باش چیکار بکنم باش قدم بر خاک بستره باش این مادر مرده که الان زبون نداره حرف بزنه از من ببر خبر مرگت ببینم چشه زن آپاندیسیت گرفته باید دوستان عملش کرد ناله نزو خودتو مادرت به قربون سره مادرت بمیره الهی آمین خواهشو بزیرم کجا دارم اینجا مامان آی آپاندیسم آپاندیس که اون طرفه این داره این طرف شدشو میده بهش بره زودتر پولا رو بیا ببر مریضخونه عملش کنم خاک بر سرت کنه که هیچ وقت سنار تو جیبت نیست آخه تو را میشه گفت بابا؟ نه به من باید گفت ننه حالا برو زودتر پول بیا تو لباساش تنش کن تا من بیا اما گوش کن دوباره من نه یکی نه در تو اینکه بلغار بی درده جای پولاش یاد بگیرم بخوا بیدم خود بگیرم آی آباندیس یادم ای بلند شو بلند شو خوزم دیگه زیخ و زیخ نکن مامای در پولا بیاری یه لباس بوشی یالا میبینی چه بلند سر بلند شو حرف بزن گیری بقلشو بگی بری چی؟ تو هم مخواه باقی ریخت بیا چی که همه بچه هم خانه کنن من اونجا نباشم آخه جانم تو از تموم اومدی قلبت هم ضعیفه یه وقت سکته بکنی خواهد از اومدی آخه اینجا باشم بیشتر ناراحت میشم ناراحتی بعد سکته کردنه میفهمی قربونت برم پول بده من خودم میبرمش خودتو جون بری 100 تومن بسه چی میگی زن 700 تومن هم کمه چه
چرا مگه چه خبره؟ دفتران داره میده. آی مردم به دادم برسی. وای آفاندیسم بچه نازنین هم داره از دست بیره. خسیستان داره شوره میزنه. آره نه بزن پولو میدم به خسرو، هرچی قرده شد خودش میده. آی مرد بیا این پول چه تو بره، اشتباه نکنی بابا. این حواسش پریشونه، چطور میتونه پولو دکتر بده؟ بدش بس. بریم خودش رو بریم یه دونه ماچه تو بادر خورپورت بره. بریم جونه بیاد جلوی الله. حالا اگه مامان یه وقت بفهمه چی؟ بعد که تو قباز داری جر میزنی؟ لابد دلت بخواد عکس و نامه رو به مامان نشون بده. حالا عکس و نامه رو بده به من. ما تا وقتی یادمون میاد تو پدر ما شدی، بیچاره و بیپول بودی. آخه چرا؟ تا جونت در آد چشماتم کور بشه. مامانت خاطرخواه منه، باید جورم هم بکشه. حالا من چیکار کنم؟ تو امشب برو یه مسافرخونه بگی بخوا، فردا صبح مثل بچه آدم برو سر کارت. زورش من میام میارم تو خونه. آره بازی مثل که مامان رو یالا شروع کن مادر چی هستی؟ آه مردم کره تو ناله کن، منه چرا به بغ بغ انداختی؟ مردم به دادم برسیم. هر چیز رای کردم تو خونه ببونم دلم تا خطه برد، منم میام. گفتم تو نباد بیایی دم، قلبت ضعیفه، ضعیفه، ضعیفه. تازم از همون اومدی، تو برو تو، خسرو جون. به هر جون کندنی شده تا سر خیابون میریم، یه تاچی سوار بشیم. آی زود باش بریم. ببونه بسه، بیا باچه کن. بریم تو دارم. بمیرم انایی. اون وقتی که گفتم ماشین رو نفوش برای همچی روزی گفتم مریض افتاد. بریم، بریم. خب، من دیگه رفتم. همینطور که بهت گفتم شب برو مسافرخونه یا یه جهنم دره دیگه بی بچن. فردا دارم تو بابا منتظر باش تا من بیام با هم برو. ما نهار نخورده که از خونه کشوندی، شب هم که باید یه جا دیگه بخوابیم، اقلا یه چیز بده گوشنه نمیده. خیلی آفایش بیا این دهتون هم فکر یالا زور تو کن خود دیگه دوباره کن شو بفرمی. سلام عرض می‌کنم خدا. سلام جناب آقای قدم برخان، حال سرکار چطوره؟ به مرامتون مدید در. خیلی خوش آمدی، خواهش منو بفرمین. خیلی متشکرم. کار فوری دارم، عرض کنم اومدم حضورتون یه چند ساعتی ماشین شما رو بگیرم، یه کاری دارم انجام بدم و برگردم. اتفاقا من امشب به خانمم قول دادم که ببرمش به کافه. پس اگه اینطوره خواهش میکنم به خانم بگید اتومبیلی دادم سرویس به جان عزیزتون که من کار خیلی واجبی دارم که اگه امشب ماشین بیاد نرسه آبروم از بین میره. آقای قدم فرخان به جان خودت نمیشه، من بزنم قول دادم امشب ببرمش کافه. زن من خیلی بد اخلاقه، راستش منم یه خود ازش حساب میبرم، بنابراین نمیتونم امشب ماشینو بدم به شما، غیر ممکنه. نمیشه، نمیشه. چرا نمیشه جونم؟ ساعت 10:11 اگه شما رو ندیدم ماشین رو براتون میذارم گاراژ. کار نشد نداره، خیلی ازتون بندو میشم. میدونین آخه نداره، قربونت برم. بسیار خوب، بفرمی ماشین رو دارم برای دمه در دیدم داشتم میومدم، خیلی ازت بندوزم. خدا پی مرمت سرکار زیاد رو کنیستم. بای بای با خودی بهش قول دادم، حالا نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. اگر نرم میاد در خونه اونجوری بوق میزنه، بوق بوق بوق، باعث رسوایی میشه. اگرم برم میترسم کاری دستم بده. نمیدونم ولی باید برم. مرین کجایی؟ مرین جون من میرم خونه یکی از دوستام عیادتش، ساعت 8:30 برمیگردم. مواظب خونه باش. آخه من ساعت 5 باید سرم خونه همشاگردیم درسامو حاضر کنم. لا اله الا الله. گفتم باست مواظب خونه باش، بگو چش. آخه ماما من به همشاگردیم قول دادم باید برم. تو غلط میکنی بری. پوست از سرت میکنم، حق نداری بری. من میدونم کجا میخوای بری. آخه مامان چرا با من دعوا میکنی؟ تا موقعی که من بالا سرتم حق نداری دست از ما خطا کنی. فهمیدی؟ من رفتم مواظب خونه باش. به جانم
گوشت لخم پاستوریزه اومد، قربانش برم. برم اگه بدونی چقدر زد دلم میخواست اینجا بودی و رفتار مادرم رو با من میدیدی. من این به خدا منم تو رو دوست دارم، تو میدونی هیچ قدرتی نمیتونه تو رو از من جدا کنه. امیدوار باش، صبر داشته باش، همه چیز درست میشه.
سلام. سلام بهتون. دو ساعتی میتونیم چرا نمیای بریم بیرون؟ مگه قرار نبود امروز با هم بریم یه جای خلوت صحبت کنیم؟ آخه خونه تنهاست، مامانم خونه نیست. چرا رنگت پریده؟ خواب بدی دیدم، بیا تو برات تعریف کنم. برنامه‌های خوب اینجا از ساعت 11:12 شروع میشه. واه، تا ساعت 12 اینجا بمونیم؟ اون وقت با چی بریم خونه؟ از حالا اینجا ماشین گیر نمیاد. بعدی زنبا تا سی میبرم تو یه خود دندون رو جگر بذار. آره جون تو، معلوم میشه از قیافه این یارو خوشت اومده. نه پر میزنه پر 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 بر شهر پر میزنه پر میزنه پر 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 به خونش سر میزنه سر میزنه سر سر همه جا در میزنه در میزنه در در اوی شهر بره به خیال وصلو زده بالو میپره چه چه چه
کش و چش قربونه چشش برم چشش برم کش و کش و کش روی دل کشش برم چشش برم کش و کش و چش قربونه چشش برم چشش برم کش و کش و کش روی دل کشش برم چشش برم نازدار من که شهبره حشنگ و خوب و دل بره دلدار من که نازداره زجمع خوشگلاز داره چش قربونه چشش برم چشش برم کش و کش روی دل کشش برم چشش برم چش و کش و کش قربونه چشش برم چشش برم کش و کش و کش روی دل کشش برم چشش برم دل من پر میزنه پر میزنه پر پر بر شهبر میزنه پر میزنه پر پر به خونه سر میزنه سر میزنه سر در در همه جا در میزنه در میزنه در 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 چیزه حسابو ندادم ببخشید مادمازل حساب ما چقدر میشه؟ سینات من نوعه در مرسی با اجازه معذرت بخوام من یادم رفت بود میز رزرو کنم اینجا هم شبا شلوغه دو دقیقه بشید و ببینم میز خالی هست مرسی ببخشید خانم اجازه میفرمایید یه تلفن بزنم؟ بله بفرمایید. مرسی. الو بفرمایید. الو ملک خودتی؟ میخواستم بهت بگم خسرو رو بدون عمل دارن معالجهش میکنن خیالت راحت راحت باشه عزیز اوی خدا مرگم بده بچه رو کجا بردی؟ بگو منم بیا نه 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 تو نمیخواد بیاد دکتر اجازه ملاقات نداده نگاه کن من خودم هم تا یکی دو ساعت دیگه میام آره 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 پس این صداها چیه؟ اونجا چه خبره؟ چیزی نیست ببخشید یه مریض سخته دارن عملش میکنن آره 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 این اتومبیل مال کیه که شما توش نشستی؟ مال شوهرم دیگه میخوای مال کی باشه؟ شوهرت؟ باید این آرزو رو به گور ببری بیچاره اون خرید کرده که ازم سواری بگیره حتی به هم تو بفهم بزن ایک پیری خانم مگه من اصلا که ازم سواری بگیره برو گم شد بد قیافه بد قیافه منم یا تو که میخوای شوهر مردم از دستشون بگیری جاستی من بونم کنی الان موهای فرسون نمونه میکنم به در تو در میرم افریده اینه بارده به من خوشیدی چه خوش باشه خوش
پدر تو در میارم. ماشین که داده سرویس سرویس دادم این اکچولی خانم بوده. شما مردم رو مگه خدا بشناسید؟ یه میزنه اکمیز که هم بگیرم. من زن دارم. من زن دارم. تو خوبتی منم باور کردم. نه چیزی نیست. سوء تفاهم شده. وقتی از دیب قزنفر خان میگفتم ماشین از جایی دیگه تهیه کنه برای همین چیزایی بود. پس اتومبیل ما پیش شما بود؟ بله خانم مونتالی سوء تفاهم باعث تصادف فرده شده. خانم اصلی ما معذرت خواهم. اصلا پلیسی هم نخواهم. خانم قربون هر دو تویتو خواهم. بگی دوام آورا برا خود بعد دیگه. بگی این سوی که خیر اینه باشه. باشه خیلی. بگی نمیخوام این ماشین لکندی تو. خانم که خدا حافظ شما. منو ببخشید خانم. حقیقت قضیه اینه که ماشین خود من سرویس تو رفتم این ماشین از دوستم آریا کردم. باور بفرمایید بنده توی جریان کاملا بی تقصیرم. من که نگفتم شما تقصیر خاش میکنم مزاحم نشید. استدعا میکنم به من شما نگید. بیا از همینجا سر خر کش کن بریم. نه نه من دیگه اشتها ندارم. باشه برای یه شب دیگه. پس آشتی کردید ها؟ آخه میدونید من شما رو دوست دارم. راستش بگم اصلا امروز هم دورکی اومدم. من اهل این حرفا نیستم. از من دیگه گذشت. چرا گذشت؟ تصدقت برم. ما تازه اول چرچلیمونه. تازه سنمونم که بالا بره چیزی نیست. چون قاله هرچی بیشتر پا بخوره قیمتش بالا میره. من دختر 17 ساله دارم. چی میگی؟ قصه نخور جونم. دخترتم بعدم میگیرم. عجله نکن. خوب از هم جدا بشیم بریم. چون یه وقت ما رو میبینم خوب نیست. خوب من باشم یواش یواش برم. ناراحت نباش. مامانم گفته ساعت 8:09 برمیگرده. من برای تو ناراحتم. اگر من دلم بخواد همیشه پیش تو باشم. ای به خدا مرگم بده. انگار صدای زنگ زدن مامانمه. مامانم نکره چه خاکی به سرم بریزم. تو که میگفتی ساعت 8:09 میاد. حالا اومده چی کار کنم؟ آها بیا پشتمون فرار کن. زود باش عجله کن. از این ور. آخه من که راوچا اینجا رو بلد نیستم. حالا زود باش. اگه تو رو ببینه منو میکشه. فردا ساعت 4 همونجا میمیرم. زود باش. کی بود از پله ها رفت بالا؟ گربه بود مامان. پیشتش کردم. آره تو بمیگی گربه بود. منتها گربه دو پا. ببینم چی بود. کلم شدی مامان. به خدا دوستش دارم. بح بح باری کلا چشمم روشن. ببینم کی هست. پسری کیه. باباش چی کار هست. فقط میدونم خودش مترجم یه شرکتیه. خواست پسرم بیچاره بدبخت. یه مترجم شرکت چقدر حقوق داره که تو اینطوری عاشق بیقرار شدی. اگه پدر بفهمه تو زن یه مترجم شدی چی میگه. این حرفا چیه مامان؟ کدوم پدر؟ من از روزی که به دنیا آمدم پدری بالا سرم ندیدم. درست ندیدیش. اما این پدر گردن کلوف وجود داره. چهار روز دیگه هم میمیری ارثش به تو میرسه. حالا میخوای از ارث محرومت کنه؟ پدری که در زنده بودنش خیرش من نرسیده بذار بعد مرگش هم نرسه. زنی مرده تو روی من وایمیسی حرفای گنده تر از خود میزنی. آرزوی این پسر باید به گور ببری. تا من زندم نمیذارم زن رو آدم بیزنی. پای بشی ماما. ماما تو پشتگون کوره مردم چی کار میکردی؟ آقای پاسبان به شرفم قسم به خدا من دوست نیستم. آره تو گفتی و منم باور کردم. بیام چلو بینم. یلا زری زری. بله خانم جون اومدم. زری جون به عقل ناقصی تو ممکنه کسی آپاندیسیت داشته باشه شکمش نبره خوب بشه؟ نه خانم نمیشه. حتما باید شکمشو ببرم. بعدم با سوزن نخ بدوزن. تمام حرفاتون از پشت در شدیدم که چی داشتی میگفتی. ورپریده حتما کسی که آپاندیس داشته باشه باید شکمشو پاره کرد. آقا من اینطوری شنیدم. حالا تو بگو ببینم حال بچه‌ت چطوره. با خیالت راحت باشه. خسروجون حالش خوبه. تا فردا ظهرم از بیمارستان مرخص میشه. خدا رو شکر. پس دیگه شکمشو نمیبرن؟ نه دیگه نمیبرن. با این قرص و آمپولایی که تازه وارد شده آپاندیس معالجش میبرن. آه 500 تومن چی شد؟ نه بابا هر 500 تومن داده واسه قرص و آمپول خرید. 100 تومن هم کم داشت. من از جیبم بهش دادم. زری ببین کیه. برو ببین در کیه. چشم خانم بیا دو تا اینو بریم برس خونه بچه‌م ببینم. نه 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 نه
دکتر گفته اقلا تا فردا ظهر باید استراحت بکنه. کسی هم حق نداره بره ملاقاتش. از تنبلی این حرفا میزنی؟ مرگ تو نه. خسروجون الان مثل دسته گل تو اتاق بیمارستان خوابیده، حالش هم خوبه خوبه، منطق ملاقات نداره. من الان دارم از اونجا میام، تو نمیدی خود منم نذاشتم برم تو. سلام. آره جلو. این آقا پسر شما؟ بله بنده زاده. با خدا مرگم بده. تو چونی گفت که خسرو تو بیمارستان خوابیده؟ سجای ستان فرا شده. سردار از کجا گرفتیش؟ والا نیم ساعت پیش از پشت بون خونه یکی داشت میامد پایین. من دستگیرش کردم. خب خب. بعد صابخونه رو خواستم. معلوم شد چیزی ندزدیده. خب. صابخونه شکایتی نداشت. خب. بالاخره بردمش کلانتری. اونجا شما رو پدر مادر خودش معرفی کرد. حالا منم به دستور افسر نگهبان آوردمش اینجا که ببینم راست میگه دروغ. بله راست میگه پسر منه. اگه کسی ازش شکایتی داشت تشریف بیارید اینجا. متشکرم. با اجازه شما مرخص میشم. به سلامت. خوش اومدید. چی شده خسروجون؟ از پشت بون بیمارستان فرار کردی؟ نه از اونجا فرار کردم. تو که نیم ساعت پیش تو بیمارستان بودی، رو پشت بون خونه مردم چیکار میکردی؟ خدا مرگم بده. نکنه اصلا بیمارستان کردی؟ دو دقیقه ساکت شد. زن دارم حرفی دارم با تو هم پسر. میگه رو پشت بون خونه مردم چیکار میکردی؟ رفته بودم اونو ببینم. اون دیگه کیه؟ همونی که دوستش دارم. آه فهمیدم کیو میگی. خب پسر بگونم پدر مادرش چیکارن؟ به نظرم پدر نداره اما مادرش خیاطه. چی؟ عاشق دختر یه خیاط بی‌سرپا شدی؟ اتفاقا هم سر داره هم پا. بدبخت غرور اشرافیتت کجا رفته؟ تو ناسلامتی پسر منی، پسر قزنفرخا، خیال کردی من آدمم؟ من اگر گذاشتم توی بنگاه با ترجم بشی برای این بود که سرت گرم بشه. اون وقت تو تحصیدت عاشق دختر خیاط میشی؟ به خدا عاقد بکنم. فهمیدی؟ عاقد میکنم. میبره به دستی استنطاقت میکنم. بیچارت میکنم. آمارت میکنم. از خونه بیرون نمیده. از ارث محرومت میکنم. باشه تو که چیزی نداری از ارث محرومش کنی. من باید محرومش کنم. ای خدا از ارث محرومش کنم. هر کاری میخواین بکنی. به خدا من دوستش دارم. دوستش دارم. دوستش دارم. میکشمت. 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 فهمیدی چی گفت؟ میگه دوستش دارم. منو بگو که میخواستم دختر خواهرم واسش بگیرم. به خدا این از ما این تروب زاده هست. چی گفتی؟ حروم زاده هست؟ یه من گم شو. اون جور حروم زاده که نه، یه جور دیگه حروم زاده. قازم ملایتو. قازم ملایتو. قازم ملایتو. قازم. ببین پسر جون، خودتو ناراحت نکن. منم 17 سال پیش در اصفهان زنی داشتم، بچه ای داشتم، ولی در اثر ندونم کاری و جوونی زنم و طلاق دادم. از اون وقت حالا هیچ خبری ازشون ندارم. هنوزم لذتی از زندگیم نبردم. با این وضعی که تو برای من تعریف کردی، من با پدرت صحبت میکنم، شاید بتونم راضیش کنم. مادرم که اصلا راضی نمیشه، چون میخواد دختر خواهر دیوونش رو برام بگیر. پدرم هم که اختیاری از خودش نداره. ببین پسر جون، بی خود ناراحت نباش. حالا ماشاءالله واسه خودت مردی شدی، میتونی خودت تنها بری از دختره خواستگاری بکنی. آخه قربان، خواستگاری های امروز به این آسونی نیست. به من تنها زن نمیدن. خب منم باید میام خواستگاری. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. بابا جون برو خیالت راحت باشه، من با پدرت صحبت میکنم، اگر موافقت نکرد بعد خودم میام باهات خواستگاری میکنم. خیلی متشکرم. قربان سلام عرض کنم. سلام آقای قدم فرخان. ملاحظه فرمودید به محض اینکه تلفن کردید فورا خودم رو خوندم. اگه تلفنم نمی کردم تا یکی دو ساعت دیگه پیداتون می شدم، چون روزا معمولا یه سری به خسرو خان می زن. نه دیگه با خسرو میونه ای ندارم، اصلا میخوام سر به تنش نباشه. ها نبود برای اینکه یه دختری رو دوست داره و میخواد بگیره بهتر حرفش نزنید آقای احمد. آخه چرا حرفش نزنیم؟ آخه هرچی باشه پسر شماست. این حرفا رو بزنید چرا؟ ببینم راستی شما خیال تجدید فراش ندارید؟ باجه به خسرو خان با شما حرف. به جان احمد خان نمیدونید چه باریه. اما کنم پس بمید. معذرت میخوام، من باید برم. شما بفرمایید همینجا بشینید تا برگردم. آقا این منظورتون دک کردنه؟ زحمت کم کنم. میل خودتون. پس حالا که اینطور همینجا میشینم. اما نه بهتره که برم. خدا خیر. به سلامت. خسرو خان
فرمایشی بود قربان. بشین، من با پدرت صحبت کردم، منتها من یه چیزی میگم، اون یه چیز دیگه. بنده میدونستم که از دست پدرم کاری بر نمیاد. خیالت راحت باشه، هر وقت تصمیم گرفتی من به جای پدرت میرم خواستگاری و برای عروسیتم هر چی از دستم بر بیاد میکنم. خدا سایه شما را از سر من کم نکنه. من دارم خودم و مدیون شما میدونم. سلام. سلام، چرا اینقدر دیر کردی؟ ببین من اینجا میخوام یه خبر خوشی بهت بدم و دلم میخواد روش فکر کنی. میدونی ما در عصری زندگی میکنیم که 190 مردم سیرتشون با صورتشون یکی نیست، همه گندم نما و جو فروش. منظور تو نمیفهمم، واضح تر حرف بزن. منظورم اینه که اگه تو حاضر باشی من همین فردا میتونم بیام خونتون خواستگاری. بد فکری نیست، منتها نه مادر من راضیه نه به قول خودت پدر مادر تو. تو به پدر مادر من کاری نداشته باش. حقیقتش اینه که من با مدیر تجارتخونه‌ای که کار میکنم صحبت کردم، قرار شد به جای پدرم بیاد از تو خواستگاری کنه و خرج عروسیمون هم بده. حالا فهمیدم، تو میخوای به نام یه مدیر تجارتخونه بیای و از من خواستگاری کنی؟ نه بابا، حواست کجاست؟ مدیر بنگاهمون میخواد به جای پدرم بیاد از تو خواستگاری کنه، خرج عروسیمون هم بده. خوب فکریه، پس میگی من با مادرم قرار بذارم که شماها بیاین خواستگاری. آره، اون شب که مادرت منو ندید بگوی یه خواستگار دیگه است، تو قرار پس فردا رو بذار، باقیش با من. شاخه نیشکرم، نور چشمون ترم، خواب شیرین منی تو مرا از نظرم، خواب شیرین منی تو مرا از نظرم، ماه ابرو چمونا همدم مهربونا، نیادون روزی که من بی تو یک دم بمونم، نیادون روزی که من بی تو یک دم بمونم. شب سیاه سفید میشه، موقع خورشید میشه، جدایی ها مثل میره ناپدید میشه. به خدا اگر بشی ستاره حساس من، من بشم ابرو بگیرم از رو تخت کم کشم، دست بذار رو شونه هم عزیز دل عزیز جم، بوست بیم بوست بزنیم تو سبزه ها خن بزنیم. ابرو کمونا همدم مهربونا، نیادون روزی که من بی تو یک دم بمونم، نیادون روزی که من بی تو یک دم بمونم. توتی رنگی پرم، نگین انگشترم، ز خیالت منظرم اگه از جون گذرم، ز خیالت منظرم اگه از جون گذرم. شب سیاه سفید میشه، موقع خورشید میشه، جدایی ها مثل میره ناپدید میشه. به خدا اگر بشی ستاره حساس من، من بشم ابرو بگیرم از رو تخت کم کشم، دست بذار رو شونه هم عزیز دل عزیز جون، پوست بدیم پوست بزنیم تو سبزه ها هم بزنم. شکرم، نور چشمون ترم، خواب شیرین منی تو مرا از نظرم، خواب شیرین منی
تو مرا از نظرم ماه ابرو چمولم هم دم مهربونم نیادان روزی که من بی تو یک دم بمونم نیادان روزی که من بی تو یک دم بمونم شب سیاه سفید میشه موقع خورشید میشه جدایی ها مثل میره ناپدید میشه خدا اگر بشی ستاره حفاظ من من بشم ابرو بگیرم از دخت دستشم دست بذار رو شونه هم عزیز دل عزیز جان دوست بدیم دوستت کنی تو سبزه ها تن بزنه دست بذار رو شونه هم عزیز دل عزیز جان دوست بدیم دوستت کنی تو سبزه ها تن بزنه دست بذار رو شونه هم عزیز دل عزیز جان دوست بدیم دوستت کنی تو سبزه ها خب گفتی باباش مدیریت تجارت خونه است ها؟ مترجمه رو چی کارش کردی؟ تو که میگفتی دوستش داری؟ دیدم تو خوشت نایمد ولش کردم باری کلا مهین قشنگم حالی بکنم پسره از پدرت حرفی نزد؟ نه فقط پرسید پدرت زنده است یا مرده منم گفتم زنده است چرا گفتی مادر؟ حالا دیگه نمیشه خودت به پدر معرفی کنی روز خواستگاری باید پدرت هم باشی مگه بابا پیداش کردی؟ نه پیداش نکردم اما باید یه کاری کرد که روز خواستگاریه که بیاد به جای پدرت باهاشون صحبت کنه این حق بازیه خودت بشین باهاشون صحبت کن اگه پسند نکردی هر چی دلت میخواد بگو دختر جون مردم این دور زمونه همشون گندم نما و جو فروشن حالا اگه این پدر قلابی روز خواستگاری نباشه چطور میشه؟ چطور میشه؟ وقتی رفتی خونه شوهر مثل یه کلفت باید رفتار میکنن میفهمی؟ مثل یه کلفت خلاصه به خواستگارا چی بگم؟ بگم کی بیان؟ بگی کی بیان؟ بگو پس فردا عصری بیان ماما آقایون اومدن دم درن بگم بیان تو برو بیارشون تو تا من خودم حاضر کنم بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید نه نه آقایون آوردم تو اتاق مهمون کنه خودت برو باشون حرف بزن آخه من قرار گذاشته بودم یه آقای بیاد به جای پدرت باشون صحبت کنه مامان این آقا کیه که میخواد بیاد به جای پدرم با اونا حرف بزنه اصلا نکنه شوهر کردی و من خبر ندارم نه شوهر که نکردم اما یه آقای هست که چند وقتی میخواد از من خواستگاری کنه مثل که اومد بپر عظیم از کردم حال سرکار چطوره؟ متشکرم دخترم مهی خوشبختم به 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 حالتون چطوره؟ مرسی بد نیستم خیلی به موقع اومدیم اول شما برید تو باهاشون صحبت کنید تا من بیام اما ببینید همینطور که بهتون گفتم شما باید خودتونو به جای پدر مهین معرفی کنید خیلی هم خودتونو بگیرید که خیال نکنم دخترم کم شخصیت خیلی برید ببینم خانم جو اگه این کارو واسه تو انجام دادم دیگه کار تمومه یا بازم جر میزنی حالا برید تو تا بعد آها خیلی خوب خب تو با دختره صحبت کردی؟ بله باش صحبت کردم اما مادرش هنوز ندیدم این پسر اینجا چی کار میکنه؟ خانم جو
این کار از بس ساخته نیست. یه کار دیگه به من رجوع نمیشه. همینطوری که بهتون گفتم باید برید تو باهاشون صحبت کنید. نه 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 نه، این لقمه برای دهن من بزرگ. ما حالش نیستیم خانم. آقا شما رو به خدا برید تو باهاشون حرف بزنید. آخه عزیز دلم، امیدوارم که حرومت باشه. آخه این کار از من ساخته نیست. قزن فرخان، مگه قرار نذاشتی این کار رو برام انجام بدی؟ چرا؟ قرار گذاشتیم که اگر این کار رو براتون انجام دادم شما زن من بشید. اما نفهمیدم خانم جو، این کار به یکی دیگه رجوع کنید. کار ما از کورگی دوم ندار. اگر راست میگی میخوای منو بگیری، باید اول بری به جای پدر مهین با این خواستارا صحبت کنی، تا بعد از عروسی مهین جونم من تو هم بتونی با هم عروسی کنی. خانم جو، این کار من نمیتونم بکنم. اگه این کار رو بکنم میدونم که جر میزنی، بنابراین نمیرم تو. میگم برید تو. نمیرم، نمیرم، نمیرم. آقا شما رو به خدا برید تو. خب نمیشه. آخه نمیشه عزیز، نمیشه. خواهش میکنم برید تو. حالا دیدید خودتون جر میزنید. به جان شما من جر نمیزنم، اما من یه مانع قانونی دارم که نمیتونم تو. اگه بمیرم هم نمیرم. حالا که نمیری پس از من چی میخوایی؟ اومدی تو خونه من چیکار بکنی؟ حالا میدونم چیکار بکنم. مهین کمک کن، تو این افریتر رو بگیریم بده جوری. خانم جو ببخشید، این مادر بزرگی هم یه خود دیوونه. شما یک پاپاسه تو جیبه تیجانه چه؟ تا فهمیدی که خالش رو نداره؟ داری آقا تو 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 به کردم غلط کردم، نفهمیدم دیگه از این کار رو نمی کنم. آره تا بمیری توبه کردی، تا آدم بشانی های بستان کنم. حالا رو بسن بردی رفتی تنگای بردی تو جیبه آنی که های بستان قدم پر خوش پسر تو رفتم که رفتم. چقدر تحمل کنم این دفعه دیگه با چشم من این خانم. خوش آمد. تویی بردی؟ اینجا چی کار میکنی؟ صاحب این خیلی خونه تویی؟ منم من این پدرتی بابا بابا دختر خدا من دخترم خدا خسرو، بابامه. گریه نکن دخترم، من بیگناهم. 18 سال پیش که تو تازه به دنیا اومده بودی، در نتیجه سوء زنی که به مادرت پیدا کردم طلاقش دادم. تا به حالم ندیدمش، بعد از اونم دیگه ازدواج نکردم. ولی احمد، اینو بدون با قسم میخورم که منم در تمام مدت عمرم خیانتی نکردم و شرافتمندانه زندگی کردم. اون آقایی رو که دیدی چند وقت اومده از من خواستگاری کنه، ولی من قبول نکردم. وقتی از دخترم شنیدم که خواستگار میاد اینجا، وجدانم قبول نکرد که دخترم رو به پدر معرفی کنم. این بود که شرافتمندانه از اون آقا تقاضا کردم به جای پدر دخترم بیاد و با شما صحبت کنم. عجب تصادفی، چه شانس خوبی. خدایا شکر.